بهمن مؤسس علاوه بر اینکه یکی از مهمترین نقاشان 100 سال اخیر ایران به حساب میاد، شخصیتی درونگرا و متفاوت از همنسلانش داشته. نگاه او به زندگی، گوشه‌گیریش و خشمی که نسبت به جهان پیرامون خودش داشته آشکارا در کارهاش قابل مشاهده است. توی کارهای من یک چیز مدرس، محکومیت وجود آدم امروزه نیست شده و من این نیست شدگی رو با اینها نشون میدم. یعنی تمام اون چیزی که میتونه تظاهر یک زندگی باشد از آدم امروزی گرفته شده است که هیچ چیز ندارم، هیچ زندگی ندارم. به من این نشون میدم یه آدمی که هیچ است. او خودخواسته از ایران میره و سالهای سال ارتباطش با خانواده و دوستانش تا حدی قطع میکنه، به خاطر که در تنهایی و انزوا خودش هست که از بودن خودش لذت میبره و این انزوا و تنهایی و گوشه‌گیری رو در نقاشیاش میشه دید. دلهره و هراسی که در فیگورهای او وجود داره تجربه زیست او رو به ما نشون میده و طبیعت بیجانهای او میتونه کاملا نشان دهنده فضای تنهای زندگی او باشه که تا پایان عمر در کنارش هست. بهمن مؤسس نقاشی مرگندیشه و در بیشتر کارهاش این نوع نگاه موج میزنه. در عمده کارهای طبیعت بیجانی که از او باقی مونده، ما با یک نگرش خاص در چیدمان ماهی‌های مرده و بطری‌هایی که یک جور پیکره انسان را یادآوری می‌کنن مواجه میشیم. اصولاً در طبیعت بیجان‌ها مؤسس به دنبال یادآوری مرگ، ولی در اثر پیشرو اتفاقاً برعکس، او از یک شاخه پر از میوه تازه استفاده می‌کنه. موقعیتی تازه در نقاشی‌های طبیعت بیجان او که یادآور شگفتی کارهای پل سزان هم است. رنگ‌ها در این اثر درخشان هستند و به نظر می‌رسه او برخلاف همیشه از طبیعت بیجان برای ستایش زندگی استفاده می‌کنه و این ویژگی خاص این تابلو به حساب میاد. در بیشتر طبیعت بیجان‌های مؤسس ما با یک فضای تخت در پس‌زمینه مواجه هستیم، اما باز برخلاف همیشه در این تابلو شما یک پنجره دارید، موقعیتی که احتمالاً قرار به یک چشم‌انداز تازه باز بشه. وجود نور و رنگ و رنگ‌های درخشانی که در این فضا پیش روی ما قرار گرفته کار رو متمایز میکنه با نقاشی های مرسوم و از طبیعت بیجان.